یه سری مدیریت ها پیدا میشه، مدیریت های کیفیت سنجی. این مدیریت سنجشین بکنه معیارهایی داشت به چیزایی داشت بشه ببینه که سازمان چقدر بالغه. افرادی رو که اینجا مدیریت تونسته بسازه، چون مدیریت در این حال داره تعلیم میده، فقط یه استخدام نیست، فقط یه بکارگیری نیست، مدیریت داره هویت خودش رو میسازه، شخصیت سازمان رو، شخصیت سازمانی تعریف شد دیگه، حالا با توضیحاتی، هوش سازمانی، شخصیت سازمانی، بلوغ سازمانی، به این تمام اینها بعد هر کدومش میتونه زیر مجموعه یک مدیریت کلنگری باشه، میتونه زیر مجموعه برنامه‌ای باشه. حالا مدیریتی که باید سازمان رو تعریف کنه که ما چه شخصیتی هستیم، ما چه هویتی باید داشته باشیم. حالا مخصوصا مجامع علمی و اینها دیگه ماجراهای حیثیتی و یه جاهای دیگه خیلی دقیق تر میشه. خب و افرادی که میان توی مجموعه خیلی میتونن در این هویت و در این شخصیت و در این حالا چارچوب رفتاری نقش بسزایی رو بازی بکنن. بنابراین که اینها همه به اضافه اجزای زیاد دیگری که همه سعی میکنیم بهشون اشاره بکنیم وارد میدان میشن، چیزهایی که انرژی نوع دو، انرژی نوع سه، انرژی نوع چهار، اینا کجا بود؟ اینا چیه؟ و ما با هر کدوم، با هر کدوم از اینها چه بازیهایی میتونیم بکنیم؟ خب، افراد معمولی مثل یک جریان برق AC هست. مثل جریان برق AC هستن. و یک جریان برق AC تشکیل شده از شارژ دشارژ. این هر کدوم از این نورهای بالا سر ما در ایران 50 بار در ثانیه خاموش روشن، خاموش روشن، خاموش روشن، شارژ دشارژ، شارژ دشارژ. خب دقیقا مثل یک کارمند ما، دقیقا مثل یک مدیر ما میتونه یک جریان برق آلترناتیو باشه و متناوب باشه و در واقع از این صبح تا شب شارژ دشارژ، شارژ دشارژ، شارژ دشارژ، شارژ دشارژ. و بعد از یه مدتی در مورد جریان متناوب استهلاک بالاتره از هر نظر بگیریم. حتی این کابل مسی نسبت به کابل مسی نوع دیگری که حالا خدمتتون توضیح میدم چیزش بالاتره، عمرش کوتاه‌تره. خب قاعدتا دیگه. خب یه جریانی هم داریم که جریان DC هست. این همه شارژه. مدیریت یعنی یکی از اعضاش مدیریت بحران یعنی دشارژ ناپذیری. چیزی که تو عرفان از اصول الان توضیح دادم خدمتتون، یکی از تعریف‌های عرفان ضد ضربه شدن به معنی این که اگه تونستی شما یه حال یک نفر رو که تو این وادی حالشو بگیری فوراً یه خط روش بکش بگو مردود شدی برو. اگه تونستی حالشو بگیری، اگه تونستی دشارژش کنی، اگر گفتم دیگه گفت من به این برخورد شما یه خطی روش میکشین، این چیز متناوبه. درست شد یا نه؟ لذا مدیریت یعنی چی؟ کارمندی یعنی چی؟ مدیریت برای زندگیه، زندگی برای مدیریته. ما داریم کارمون رو گذاشتیم توی سازمان یا اعصابمون رو گذاشتیم توی سازمان. اشتراک ما با سازمان اشتراک عصبی است یا اشتراک خب کاری و تخصصی است. درست شد؟ لذا این مسئله از چند بود توی مدیریتی که ما تعریف میکنیم جایگاه داره. یه بحث نظریشه. خب من مختصر به اختصار اینجا توضیح دادم. باید این جریان متناوب تبدیل بشه به یک جریان
دی سی و مستقیم. لذا اینو میان از یک دیود عبور میدن، جریان متناوب میکنن، جریان مستقیم. دیود ما کجاست؟ اون دیودی که میخواد یک کارمند دشارژ ناپذیر، یک مدیر دشارژ ناپذیر رو بسازه، اون چی؟ خب اینو یک این بحثا یه بحثایی است که چیزهای عملی خاص خودشو داره و الان من نمیخوام وارد این قضیه بشم، چون برای خودش یک فاز جدیدی میاد تو کار، بحث موضوع عرفان میاد تو کار و بحث چیزهایی که خب چندین هزار نفر به این دیدگاه ها الان مجهز شدن، الان به این دیوت ها و به این ماجره ها به اصطلاح مجهز شدن و یه قضیه است که در جریان عمل یه پروسیست رو انجام میشه. اون فعلا الان بحث ما بحث تئوری است. خب پس ضرب پذیری ما در یک سازمان ضرب پذیری عام عمومی است و این چرخ‌های این سازمان، این ماشین، این سازمان هر آن یک چوبی لای چرخش، حالا لای یه چرخش یه دفعه اون بر میره، لای این چرخش یه دفعه بین بر میره، یه دفعه دوتا چرخش یه دفعه، و هر آن یک مسئله است و یک پدیده ای این وسط به جریان داره. در سازمان جنگ روانی است. در جنگ روانی، اصول جنگ روانی در سازمان عمدتاً بازی با انرژی نوع دوه، بازی با انرژی نوع دوه. این تشویق نشد، اون چیز نشد، از این تعریف نشد، این اینجوری شد، اون اونجوری شد، فلان شد، بیسار شد و جنگ روانی. یه دفعه همه متوجه میشن که در مقابل یک نمیدونم دریافت حالا یا ناچیز یا خیلی چیز، در واقع روانشون رو فروختن، اعصابشون رو فروختن، قلبشون رو فروختن.